سلام میکنم خدمت شما بیننده های انستگرام اینجا کربلا و بیننده های شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. سلامی داشته باشی محضر اهل بیت علیهمون سلام و انشالله پیام های شما عزیزان رو تو بین الحرمین میخونم. صلی الله علیک یا سیدی و یا مولا یا ابا الفضل العباس، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین یا ابن ام البنین، السلام عليك يا باب الحوائج، السلام عليك يا من مضى على بصيرة من أمره، رحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. وفات أم المؤمنين حضرت خديجة سلام الله عليها رو به محضر أهل بيت عليهم السلام و به محضر شما عزیزان هم تسلیت هست می کنیم. پیام های شما عزیزان رو تو بین الحرمین بخود. سلام علیکم السلام یا ابا عبدالله الحسین، خودت کمک کن انشالله ارباب دستتون رو بگیره و حاجت روا باشید. سلام علیکم السلام، سلام علیکم، علیکم السلام. التماس دعای فراوان برای همه مریض ها و پدر مریض بنده، انشالله تمام مریضان شفای عاجل نصیبشون بشه و مریض شما پدر شما انشالله عنایتی بکنن ارباب و شفای عاجل نصیبشون کنه. سحر دهم ماه رمضان
عظیم هست. این ایام باید قدرشو بدونیم و چقدر سریع هم داره میگذره. 10 روز 1 دهه تموم شد. انشاءالله همه شما عزیزان شبهای قدر بتونیم شما رو در کربلای معلا زیارت کنیم و حتما برنامه مخصوصی داریم برای شبهای قدر. انشاءالله زیارت نیابتی داریم در شبهای قدر و بتونیم انجام وظیفه کنیم، زیارت نیابتی داشته باشیم به نیابت از شما و به نیابت از همه بیننده ها. سلام علیکم السلام، سلام علیکم السلام، السلام علیک یا ابا عبدالله. آقا خودت میدونی چی میخوام، تو رو قسم به علی اصغرت به هم بده. انشالله که حاجت روا باشیم به حق مولامون آقا سید الشهدا علیه السلام و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام. دعا کن بیام کربلا قسمتم شود. انشالله که ارباب دست شما رو به طلبه، دست شما رو بگیره و هرچه سریع تر مشرف بشیم به کربلای معلا. اللهم عجل لولی کل فرج. آقا جان گناهکاریم، روسیاهیم، به اعمال ما نگاه کن. الهی العفو به حق الحسین علیه السلام. آقا جان دلم پر میکشه برا حرم، چرا قسمتم نمیشه بیام؟ انشالله قسمتتون بشه و هرچه سریع تر مشرف بشین به کربلای معلا. یا کریم العفو به حق الحسین. فقط دعا کنین برای شفای همه مریض ها. انشالله همه مریض ها شفای عاجل نصیبشون بشه و لباس عافیت تنشون بشه. مهمترین حاجت من اول ظهور آقا حجت ابن الحسن حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است. احسنتم. دعای همه ما، دعای همه شیعیان هر جایی که هستین در کربلا و هر جایی که بر روی این کره خاکی هستین، دعای اول و آخرمون برای ظهور مولامون هست، آقا حجت ابن الحسن علیه السلام. اللهم عجل لولی کل فرج. التماس دعای فراوان دارم. انشالله دعاتون میکنیم. السلام علیک یا من وفا به بیعته. آقا جان به خاطر خدا ما را شفا بده. الهی آمین. التماس دعا داریم برای شفای همه مریض ها. انشالله که همه مریضان شفای عاجل نصیبشون بشه و لباس عافیت تنشون بشه. این شبها خیلی دعا کنید، انشالله دعای همه مستجاب میشه. برای مولامون دعا کنید، برای ظهور آقا حجت ابن الحسن روحی و روح العالمین له الفدا، که تمام مشکلاتمون با ظهور آقا حل میشه، با آمدنش جهان گلستان میشود. انشالله هرچه سریعتر مولامونو ببینیم. اللهم عجل لولی کر فرج. شهادت مادر بزرگتون حضرت خدیجه سلام الله علیها تسلیت خدمت امام حسین و حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام. زیارت بعدی من انشاءالله کربلا یا حسین. انشاءالله که هرچه سریع تر مشرف بشیم به کربلای معلا. السلام علیک یا ابا عبدالله یا قاسم الحسن. سلام علیکم السلام. قبول باشه التماس دعا، انشالله از همه قبول باشه. نماز و روزاتون، طاعات و عبادات همه عزیزان قبول باشه. نمیشه داخل لایف بگیریم؟ اونجا وقتی داخل حرم مولا بریم نت ضعیف میشه و امکان لایف رفتن رو نداریم. انشالله سعی میکنیم که بتونیم از داخل حرم ارباب هم براتون لایف بید. سلام الله علیک یا قمر العشیره. ادرک یعنی میشه منم بیام کربلا توی این بهشت زمین. انشالله قسمتتون بشه به حق آقامون ابوالفضل عباس علیه السلام که باب الحوائج هستن. شهادت حضرت خدیجه تسلیت میگم. السلام علیک یا فاطمه المعصومه. التماس دعا، انشالله دعاگوتون هستیم و شما رو فراموش نمی کنیم در کربلای معلا. حاجت روا باشین.
السلام عليكم ورسول الله. السلام عليك يا رب الله. تراب علي اشرا تراب علي اشرا تراب جان عباس عميد مخاف شفا بده. تراب آقا علي اصغر مشکل را حل کن. من مشکلات زیادی دارم، لحظون خرق شده، درهای امید بروام درد شده. بخشا که بجاینده توی یا باب العباد یا امسور زلطان، تراب جان مادر از امالکنی، تراب جان زهرا، تراب جان مودا امیر المومنی، تراب آقای امام رضا، تراب تماس مقدسات، مشکل جوانها را حل کن. من خیلی مشکل دارم، بدبخت بیچاره، من واقعا بدبختم، التماس دعا دارم. آقا عبدالسلام، آقا امام حسین، دورتون بگردم، قربتون برم. تراب جان مادر زهرا، تراب جان آقا امام حسن، همه مشکل جوانا را حل کن، مشکل من بدبختم حل کن. السلام علیک یا عباد الله، السلام علیک یا رسول الله. أولاد الحسين ولا أصحاب الحسين.
جواب الحضر عباس آقا موسیقی همه مریضا رو شفا بده، شوهر من هم شفا بده، همه مشکلات رو حل کن، مشکل ما هم حل کن آقا موسیقی، همه رو بسل بارم بسل بیه آقا موسیقی، ارتباط دعا داری السلام علیکی یا ابن رسول الله، السلام علیکی یا حضرت ابوالفضل، السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. الهی قسمت بدم به حق شب عرض کرده به تحویل شکلتی مادرت قسمت بدم، سید شهدا تو رو به عزت جلالت قسم میدم، الهی تو رو قسمت بدم به تحویل شکلتی خانوفاتی زهرا تو رو به کرامتت قسم میدم، نون زن بچه علیرضا رو بهش قسم، تو رو به عزت جلالت قسم، تو رو به کرامتت قسم، تو رو به عزت جلالت قسم، شفا مریضا رو بده، بی گناه زندانیا حاجت همه در دیمه که رفع گرفتاری تمام جوانا رفع گرفتاری اهل رو زندان، تو رو به عزت جلالت قسم، تو رو به پهلی شکستی مادرت قسم بگیدم یا اول فرس یا اول فرد به فرموشی گفته یکی درد قسم میدم، الهی که من زن بچه علی رضا رو بهش ببخشم، رقم رو که زن بچه علی رضا رو بهش بده، تو رو به کرامت قسم، تو رو به یا اول فرد یا مشکل گشا، یا مشکل گشا، مشکل همه رو گشا. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين و على زبار الحسين عليهم السلام. يا ابا الفرس يا ابا الفرس يا ابا الفرس يا مشكل بشا، مشكل همه رو بگوشا، مشکل عزیز منم بگوشا، تو رو به عزت جلالت قسم، تو رو به کرامتت قسم میدم، تو رو به پهلی شکست مادرت قسم میدم، تو رو به کرامتت قسم میدم، نزل بچه ای رو در بیش بدخشان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم عجل به ولی کل فرج
بهترین سلامتی آقا امام زمان اللهم عجل به ولی کل فرج برای ظهور جمع بنی هاشم همه ز لقب حضرت زهرایی سلام علیکم رب الحسین بحق حسین اشف صدر الحسین بظهور الحجه یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجه يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحسين يا امام الحسين هيك انا ما فهمت فقط ظهور امام ظهور امام قريب امام ظهور امام رو میخوام که کسی براش دعا نمیکنه همه به فکر هوایج خوده یکی نمیگه اللهم اجل ولی نکرد چرا امام یا امام زمان و احمی قدیم که بعد سه شب قدر همش فقط میگیم اللهم اجل ولی یک هر کس تماس میگه هر جای دنیا صدا همش نگه بس هوایج بس شو 1100 سال اضافه شو فقط هوایج خودو میگه بگین از این وزیمت بگین اللهم اجل ولی یک امام بیاد هوایج همه درست چرا هوایج امام نمیخوام یا حسین هیچی نمیخوام فقط ظهور میخوام ظهور امام میخوام تشکر ویژه کنم از شما چشم حسین و از
دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. Thank you.
الله زبونی کربلا در دلم یا رب نمانند آزبونی کربلا رشته ی آب فرامم ای ازل مهلت بده آب گیرم در بغل ابر شهید کربلا السلام علی الحسین السلام علیک یا زوجة رسول الله سید المرسلین السلام علیک یا زوجة خاتم النبیین السلام علیک یا ام فاطمة الزهراء السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة بالاتر از بالای و بالا نشینی هرچند با ما خاکیان روی زمین مادرم بالاتر از بالا و بالا نشینی هرچند با ما خاکیان روی زمینی شایسته وصف زبان کردگاری نه در خور توصیف های این چنینی پیغمبر خدا شب معراج داشت بر میگشت جبریل اومد حاجتی دارم یا رسول الله حاجتت چیه؟ از طرف خدای عز و جل از طرف من به خدیجه سلام برسون رسید محضر خدیجه یا خدیجه هذا جبرئیل یقرئک من ربک السلام قالت خدیجه جواب ایمان الله السلام و منه السلام و علا جبرئیل السلام دارم مد میخونم شایسته وصف زبان کردگاری نه در خور توصیف های این چنینی حسن تو محض با پیامبر بودنت قبل از مسلمان بودنت هم بهترینی انگشتر پیروزی دین خدا را تو با بهای جان و اموالت نگینی چه به روزت آوردن ترد تو از سمت قریشی های مکه باعث نشد یک لحظه هم از پا نشینی
نام تو از لبهای پیغمبر نیفتاد، در هر کجا همراه ختم المرسلین. کی بهتر از پیغمبر صدا زد این مثل خدیجه، صدقتنی حین کذبنی الناس و آزرتنی علی دین الله و اعانتنی علیه بمالها. خدا فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا. حضرت خدیجه می دار و ندارش، جانش مالش در اختیار اسلام گذاشت. داشتم میخوندم تو روایات نوشتن 80,000 شتر حمل میکردن مال و تجاره خدیجه رو. اگه شوخیه 80,000 شتر، آدم همه دار و ندارش رو یه روز در راه خدا بده. دلم رفت قبرستان قریش، یه بارم بیشتر نرفتم تو زیارت. نامش میخونیم: السلام علیک یا من انفقت مالها فی نصرت سید الانبیا. چقدر مظلومه. خدا میدونه امشب شما چقدر دل فاطمه رو خوشحال کردید. آخه شب یتیمی فاطمه است، شب بیمادری فاطمه است. کسی نیومده، یا اگه اومدن خوب نیومدن برا فاطمه گریه کنن. مثل فدک نام تو را هم قصد کردن، تو بهترین مصداق ام المؤمنینی. حالا ببین نسل تو دنیا را گرفته، با این حساب اول شما ام البنین. من با این دو خط روزه بخونم مناجات شروع کنیم. این روزهای آخر عمر خودت را هر روز با یک غصه تازه قرینی، در چشمهایت عشق حرف درد دارد، انگار از یک قصه دیگر خمینی. تصورش خیلی سخته، مادر داره جون میده، دختر 5 سالش بالا سرشه. یه نگاه کرد اسما رو صدا زد: اسما، هر دختری شبی که خونه شوهر میره محتاج مادره، من نیستم. شب عروسی فاطمم رو ببین، جای من براش مادری کن. بعد سال از این وصیت گذشت، شب زفاف فاطمه و علی رسید، پیغمبر وارد اتاق شد، همه برن بیرون، همه رفتن. آمد دیدن فاطمه و علی. حالا که اینجوری از قربت امیرالمؤمنین گفتن، منم ادامش بدم. دید اسما کنار زهرا ایستاده. اسما، مگه نگفتم همه برن؟ عرض داشت: یا رسول الله، وصیت خدیجه است، گفته دخترم شب عروسی تنها نمونه. همین که اسم خدیجه اومد شروع کرد اشک ریختن، برا اسما دعا کرد: یا رسول الله، ما برا خدیجه اومدیم زار بزنیم امشب،
برامام دعا کن. شب آخر دهه اول دیدی چقدر زود تموم شد یه دهه، گفتم برات و هو شهرون دعیتم فی لا ضیافت الله. مهمون خداییم ده شبش رفت، اسمام رفت، با علی و فاطمه خلوت کرد پیغمبر، گفت علی دستت بده، زهرا جان بابا تو هم دستت بده، زهرا دستتو تو دست علی میذارم. یه جمله ای فرمود علی جان، نگفتی دختر من، نه هذه وديعة الله ووديعة رسوله، این امانت خداست علی جان، خیلی مواظبش باش. فهمیدی چی میخوام بگم؟ پیغمبر خدا فرمود شرط داره امانت داری، همین جوری نیست، تو شرط داره. اولین این که امانتو از هر کی گرفتی به خود او پس بده. شرط دوم امانت اینه، امانت اگه سالم گرفتی سالم پس بده. پیغمبر علی جان امانتشو گرفت، دل شب گرفت، دل شبم پس داد. اما اینش چیکار میکنه با دل علی؟ این امانت که تحویل گرفته بود دیگه پهلوش شکسته نبود، صورتش کبود نبود، سینه سوراخ نبود. آه شب درد رسید، یه جای سالم تو این بدن نبود. الهی به فاطمه یا زهرا. بسم الله الرحمن الرحیم. وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية، وأنت المنان بالعطيات على أهل مملكتك، والعائد عليهم بتحنن رأفتك. إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا، ونوهت باسمي كبيرا، فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضلي ونعمي وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه معرفتي. يا مولاي دليلي عليك وحبي لك شفيعي لك، وأنا واثق من دليلي بدلالتك، وساكن من شفيعي إلى شفاعتك، وكدوم زبوني ومدام بات حرف بزنم، أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه ربي، أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه، أدعوك يا رب راهبا راغبا راجيا خائفا.
إذا رأيت مولاي الذنوب فزع، وإذا رأيت كرمك طمع، إن كرمت منو پرو کرده، فإن عفوت فخير راحم، وإن عذبت فغير ظالم. حجتي يا الله في جرتي على مسألتك مع إتياني، ما تكره جودك وكرمك، وعدتي في شدتي مع قلة حيائي، رأفتك ورحمتك، وقد رجوت أن لا تخيب بين ذين وذين منيتي، فحقق رجائي. وای بر من اگه صدات کنم و اینو ندونم که داری تو منو میشنوی، و اسمع دعایی یا خیر من دعا دعا و افضل من رجا راج. عظم يا سيدي أملي وساء عملي، فأعطني من عفوك بمقدار أملي، ولا تأخذني بأسوأ عملي. من خیلی غلط کردم، اما اگه قرار حساب کنی به این چند قطره اشکی که برا فاطمه ریختم حساب کن. یا کریم فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين وحلمك يكبر عن مكافات المقصرين. وأنا يا سيدي عايد بفضلك، هارب منك إليك، متلجز ما وعد من الصفح عمن أحسن بك ظن. وما أنا يا رب وما خطري، هبني بفضلك وتصدق علي بعفوك. أي ربي جللني بسترك، واعف عن توبيخي بكرم وجهك. من اگه یه بچه کوچیکم ببینم جلو چشمام، خجالت میکشم گناه کنم. فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلت، ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبت. لا لأنك أهون الناظرين إلي، وخف المطلعين علي، بل لأنك يا رب خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين. آره سرم پایینه، اما بازم میگم و میگم و میگم، ستار العیوب غفار الذنوب علام الغیوب، تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك. ف
فلك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك، ويحملني ويجبرني على معصيتك حلمك عني، ويدعوني إلى قلة الحياة سترك علي، ويسرعني إلى التوثب على محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك. السلام عليك يا ابا عبد الله، شدی ارباب، شدی سرور، شدی آقا که رو به هر کس نندازم. آقا خواسته ات بود و هست که حاجتم رو برآورده کنی. آقا منتظرم، چشم انتظارم. سلام آقا امام حسین، خیلی دلم هوا تو کرده، خیلی دوست دارم بیام پابوست، از نزدیک حرم تو کبوترهایی که دور حرمت میچرخن رو ببینم. یکی از رویاهام دیدنت هست. آقا التماست میکنم، اگه لیاقت دیدنت را ندارم آرزوم برآورده کن. آقا جان به فدای لبان تشنه‌ات. سلام آقا، از راه دور سلام من رو بپذیر. آقا تو رو به حق مادرت زهرا سلام الله علیها و به جان خواهرت زینب سلام الله علیها گره از کار همه جوانها باز کن، گره از کار برادر منم باز کن. تو را به بزرگواریت التماست میکنم. میدونم اگه شما بخواهیم فقط نظری کنی همه چیز درست میشه. تو را به جان پدرت علی مولای متقیان قسمت دادم. سلام به ارباب مهربانم، آقای خوبی ها، دستم را بگیر ارباب مهربانم. به حق بی دست کربلا علمدار با وفایت آقایم باب الهوائج، به حق لقب باب الهوائج نگاهت را از نگاهم بر ندار. سلام امام حسین، ازتون میخوام تو را به دستای حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام شفام بدید. خودتون میدونید چقدر زجر کشیدم، دیگه طاقت ندارم، خودت کمکم کن. یا امام حسین خودت دردمو دوا کن. ای ارباب بی کفن خودت منو به آرزوم برسون. جون مادرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ناامیدم نکن. حسین جان کمکم کن. جون رقیه 3 ساله‌ات ای ارباب بی کفن. سلام آقا، میخوام کمکم کنی زندگیم را به خوبی ادامه بدم، و میخوام منو نزدیک خودت به پابوست بیاوری. آقا جان قربونت برم، کمکم بکن. یه مسیحی زرتشتی و کلی حاجت بگیر
میرد از تو، از بس که تو کریمی، پر کن از آن نگاهت دستان زیر دینی. من آمدم خواهد شش گوشه حسینی. شش گوشه حسینی.